یه سری خبرگزاری ها اعلام کردن که هدیه تهرانی کمک 1 میلیاردی به سیل‌زدگان کرده، ولی این خبر شایعی بیش نیست. هدیه گفته آرزو داشتم، توانی داشتم که نه برای سیل و مردم سیل‌زده، که برای آبادی کل ایران تلاش و هزینه می کردم. لطفاً شایعه نسازید. البته هدیه اینو تاکید کرده که اون هم مثل شما، مثل هر آدم دیگه‌ای، یک شهرونده که در حد توان کنار مردم هست و هرگز همچین مبالغی رو نداشته که بتونه در این حد هزینه کنه. پوری بنایی در مناطق سیل‌زده اهواز حضور داره. ما خانم پوری بنایی اومدیم، قراره که یک سری وسایل بگیرن واسه سیل‌زده ها. گفتن نیاز خیلی زیادی به دستشویی و حمام هستش. چند تا قرار شد بگیرن خانم؟ من گفتم برای اون منطقه که خواستم 10 تا حموم بگیریم، چند تا هم دستشویی و با منبه هایی که بالاش میذارن برای آب بذارن و حموم کنن و اینا. فکر میکنم که حالا باز میشه. حالا ببین اگه جایی دیدم، آره نه جایی دیدم مورد نیاز باشه ببین چیکار میشه کرد. 1033 نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما نامه زدن و گفتن 90 فردوسی پور رو حفظ کنید. توی این نامه اینطوری نوشته شده که همونطور که مطلع هستید، پخش برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور متوقف شده. این تصمیم نه از قبل اعلام شده بود، نه از دیدگاه افکار عمومی و مخاطبان میلیونی برنامه دلیل مشخصی داشت، نه توضیح درباره اون دادید. عادل فردوسی پور برای جامعه یک سرمایه هست و نباید از اون چشم پوشی کرد. ولی مثل اینکه علی عسکری به این نامه اهمیتی نداده، چون امروز صبح اعلام شد شبکه 3 به جای دوشنبه شب و ساعت پخش همیشه 90 برنامه زنده تپتاپ رو جایگزین کرده. بعد از کنسرت جنجالی امیر تتلو در گرجستان و انتقاد شدید صدا و سیما از اون، نوید محمدزاده با انتشار این ویدیو از امیر تتلو حمایت کرد و گفته ما خوندیم. ما بعضی وقتا نرم، یه وقتا وحشی و تنده کارم، زد و نقیز رفتارم، یه رو منفی یه رو مثبت و رو تیتر اخبارم، یه و دیدی رفام رو صورت رو همکارات، یه و دیدی اذیت شد همه زور و افکارات، یه و دیدی زدم و رفتم و بد کردم. یه چیزی بهتون بگم ولی بین خودمون بمونه، مثل اینکه محمود احمدی نژاد حسابی طرفدار موزیک رپ شده. اون در مورد کشته شدن نیپسی هاسل، رپر آمریکایی که توسط گلوله کشته شد، واکنششون داده و گفته خیلی از این اتفاق ناراحت شدم. البته ایشون در همین توییتشون یه شعر از توپاک رپر آمریکایی هم نوشته. کریس جنر اومده در مورد اینکه دخترها چقدر از صفحات مجازیشون درآمد دارن یه خبری منتشر کرده. البته اون به این اشاره کرده که اینی که در مورد چی پست میذارن فرق داره، یعنی خوراک یه قیمت داره، برند لباس هم یه قیمت داره. خلاصه که سرتون رو درد نیارن، برای هر کدومشون بیشتر از 1 میلیون دلار میگیرن. باورتون میشه؟ برمیگردیم با ادامه برنامه با سحر و ندا.